دو بندی قرمز همین ابتدای کار شریه پیه دست یه پا میگیره از امیر محمد یزدانی و اینجا به پول میزنه امیر محمد رو خود کرده به دنبال کشیدن کندست امیر محمد یزدانی حمله بلا پاسوله با یه زیرگیری از مچ پا امیر محمد خاک میکنه این دلبک شریه پرو دو امتیاز به دست میاره میخواد بره اجرای بارانداز با درود به همه دوستان و همراهان عزیز ما در کانال ایران اسپورت. من مخلص تک تک شما عزیزان رضام و اینجا ایران اسپورت و در قسمت جدید ما برخلاف همیشه که یا کشتی‌های تاریخی پخش کنیم یا برنامه‌های تحلیلی و خبری و اینا داریم، امروز یک کشتی جدید رو با هم خواهیم دید. فینال لیگ برتر ایران دیروز نه پریروز نه پس پریروز در واقع برگزار شد و بانک شهر تونست قهرمان بشه. من قشنگ‌ترین و پرامتیازترین و به قولی تماشایی ترین کشتی فینال رو انتخاب کردم که در واقع با هم ببینیم امروز. کشتی که خواهیم دید وزن 70 کیلوگرم بین امیر محمد یزدانی و اینال بک شریف. اینال بک شریف قهرمان زیر 23 سال های جهان روستباره ولی برای آلبانی جدیدن کشتی میگیره. امیر محمد یزدانی از بانک شهره و تیمش بانک شهر، اینال بک شریف هم از تیم انبوه سازان هوتن. حالا من اطلاع تکمیلی راجع به بقیه نتایج خود این اینال بک شریف و اینها بعد از کشتی و در خلال گزارش بیشتر خدمتتون میگم. اسم این بنده خدا اینال بک شریف رو هم تمام رسانه‌های ایران پرت و پلا نوشتن، یکی نوشته شریفو، یکی نوشته شیربائف، همین الان تصویر تلویزیونی نوشته انیاکیف شریف. ولی اسمش اینه، اینال بک شریف. بریم سراغ گزارش کشتی. اینال بک شریف رو با دو بنده آبی می‌بینیم و امیر محمد یزدانی رو با دو بنده قرمز. همین ابتدای کار شریف یه دست یه پا میگیره از امیر محمد یزدانی و اینجا به پل میزنه امیر محمد رو. حالا رو پل نگه داشت امیر محمد یزدانی رو، مایه کنده هم در اختیار امیر محمد یزدانی. باید می‌بینیم در امتیازدهی تصمیم داورا به چه صورت خواهد بود. اینجا یک بار دیگه هم مشخص نشد شریف امیر محمد رو پل زد یا امیر محمد کنده رو کشید. باید ببینیم که داورا چطور امتیاز میدن روی اسکوربورد. بله روی اسکوربورد تصویر هم نتیجه ششتم میشه، شش امتیاز به شریف دادن، دو امتیاز به امیر محمد یزدانی. دو کشتیگیر در ادامه در سرشاخ و سرگردن همدیگه کار میکنن. چرا شروع طوفانی داشتن این دو کشتیگیر. حالا سر و گردن شریف در اختیار امیر محمد یزدانیه. باید ببینیم میتونه از این پرتاد استفاده ای بکنه یا نه. زده زیر کتف شریف و سر و گردن شریف رو در اختیار گرفت. حالا میشرخه که پای شریف رو توچک بیرون بکنه ولی موفق نیست. این کشتیگیر روس هوشیاره و اجازه کار رو به امیر محمد یزدانی نمیده. حساب کن همچنان 6-2 به سود اینال بک شریف. چه شروعی کردین اینال بک شریف. بلافاصله بعد از سود داور رفت و دست به پا رو گرفت و به پل زد امیر محمد یزدانی رو. الان با این نتیجه انبوه سازان هوتن جلو میافتن در نتیجه نهایی تیمی. دو کشتیگیر همچنان در حالت سرشاخ و سرگردن همدیگه کار میکنن. حدود 1:30 از وقت اول این کشتی گذشته و همچنان 4 امتیاز پیش از اینال بک شریف و خب یه مقداری داره کشتی رو اداره میکنه. امیر محمد یزدانی باید هجومی تر کار رو ادامه بده و جبران میکنه. اینجا دست رفت برای زیرگیری شریف. قهرمان زیر 23 سالهای جهان هست در مقابل نایب قهرمان جهان در رده بزرگ سالان. یه کشتی تمام عیار رو داریم میبینیم. هر دو کشتیگیر عنواندار هستن. حالا همچنان در حالت سرشاخ و سرگردن همدیگه کار میکنن. امیر محمد دستاش در این لحظات داره بهتر کار میکنه، به دنبال این هست که شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا بکنه. اینجا زده زیر کتف شریف. باید ببینیم میتونه از این پرتاد استفاده بکنه یا نه. اینجا یه لحظه خواست بچرخه و برسه پشت اینال بک شریف. این کشتیگیر روس هوشیار و اجازه کار رو نمیده به امیر محمد یزدانی. اینجا فرصت خوبی داره امیر محمد که این کشتیگیر رو از توشک بیرون بکنه اگر یه فشار مضاعفی بیاره اینجا، ولی باز میچرخه اینال بک شریف و باز هم اجازه کار رو به امیر محمد نمیده. البته همچنان فرصت هست برای امیر محمد یزدانی که داور دیگه سر پا میده و دو کشتیگیر باید از مرکز توشک ادامه بدن. فقط 18 ثانیه پایان وقت اول این کشتی باقی مونده. امیر محمد دیگه در این لحظات
اگر بتونه فاصله رو کم بکنه کار براش خیلی راحت تر میشه. ولی کشتیگیر روس خیلی کشتیگیره قدرتمندی، اینجا لحظه میخواست با یورش این کشتیگیر توشک بیرون بکنه، اینجا میرفت که به تابونه که وقت به پایان میرسه و هیچ امتیازی در این صحنه، بله هیچ امتیازی رد و بدل نشد، چون در کش و قوس هر دو از توشک بیرون رفتن و نمیشد بگی که امیر محمد شریف را توشک بیرون کرد. ایشون هم عیسی حاجیه، پس آقایی که مو نداشت عیسی حاجیه بود که فینال 2002 روبروی مهدی حاجی زاده براتون گزارش کردم اون کشتی رو، اگر که ندیدین حتما برید ببینید. شریف برمیگرده مرکز توشک و اون سمت هم امیر محمد یزدانی برمیگرده، شریف دو بنده آبی و امیر محمد یزدانی دو بنده قرمز. در نتیجه تیمی اگر که این کشتی رو هم واگذار بکنه بانک شهر، در مجموع دو امتیاز عقب میفته از انبوهسازان هوتن و کار مشکل میشه برای شاگردان رضا یزدانی که سرمربی تیم بانک شهر است. اینجا یورش میاد امیر محمد یزدانی که برسه پشت این آلبک شریف و چی کار کرد امیر محمد واقعا در این صحنه چی کار کرد؟ البته که دو امتیاز رو بهش دادن، ولی فرصت خوبی داشت که حتی به پل بزنه شریف راستان، یه لحظه اینگار فن از دستش در رفت. من نفهمیدم حقیقتش در این صحنه امیر محمد چی کار کرد. دو کشتیگیر همچنان در حالت سرشاخ و سرگردن هم دیگه کار میکنن. باید ببینیم که امیر محمد میتونه جبران بکنه، اینجا میره برای زیرگرین آلبک شریف و به خوبی دفاع میکنه امیر محمد یزدانی و میچرخ. حالا فرصت خوبی داره که پای شریف را توشک بیرون بکنه، خودش میچرخه پاشی لحظه توشک بیرون رفت و حالا باید ببینیم داورا به چه صورت امتیاز میدن. داور وسطش امتیازی نداد، بله تا اونجا که من دیدم داور وسطش امتیازی در این صحنه به هیچ کسی نداد. نه اینجا یک امتیاز رو به شریف میدن، من ندیدم داور وسط امتیاز بده به شریف، ولی ظاهرا امتیاز رو دادن. تو چرخش با امیر محمد یزدانی بیرون رفت و یک امتیاز دیگه. حالا اینجا شریف میره برای زیرگیری، یک خام رو مال خود کرده به دنبال کشیدن کنده است امیر محمد یزدانی و حالا باید ببینیم که امتیاز رو به چه صورت اینجا رو میکنه امیر محمد یزدانی و میرسه پشت شریف، میره برای اجرای بارانداز و حالا شریف رو پل نگه داشته امیر محمد یزدانی رو و بارانداز نمیخوره. چقدر پیچیده شد در این صحنه، باید اون امتیازها رو چجور میدن. یک امتیاز به امیر محمد یزدانی دادن که رو کرد که درست بود، الان یه امتیاز دیگه هم به امیر محمد دادن، فکر کنم به خاطر این آخر که رو پل نموند و دوباره خاک کرد احتمالا میشدن. شریف هم به خاطر بدلکاری رو بارانداز فکر میکنم دو امتیاز گرفت. صحنه پیچیده ای بود، از ابتدا شروعش یه کمی امتیاز دادنش سخت بود که به کی چطور امتیاز بدن و اعتراض هم میکنن مربیان بانک شهر. خیلی مربیای بانک شهر اعتراضشون نمیدونم که چطور پیش بره، اگر که صحنه آهسته رو داشته باشیم شاید بشه بهتر نظر داد به این صحنه. حالا داورا دارن صحنه آهسته رو میبینن، اگه از ابتدا نشون بدن بهتر، مگر اینکه فقط به این آخرش. اینجا که دیگه بدلکاری کرد شریف و مشخصا رو پل نگه داشت امیر محمد یزدانی رو و داور وسط هم که یه متری صحنه است بلافاصله دو امتیاز رو به شریف داد. این صحنه اگر که به این صحنه معترض بودن که این دو امتیاز شریف مسلم بود، من گفتم شاید به در واقع دو امتیاز اولی اعتراض کرده باشن که ظاهرا اصلا به اون اعتراضی ندارن و حالا با این اوصاف خیلی بعیده که توی امتیازات تغییری رو شاهد باشیم. رئیس توشک با قاضی دارن تصویر آهسته رو نگاه میکنن، اگر که در واقع امتیازات تغییر نکنه چلنج به قولی
شکست میخوره و یک امتیاز به کشتیگیر امروستازان هوتن یعنی اینال بکشریف داده میشه. بله چلنج لاست و در واقع یک امتیاز به اینال بکشریف داده میشه. حساب میکنه 12-6 کار رو سخت‌تر کردن مربیان بانک شهر. 6 امتیاز عقب هست امیر محمد یزدانی و فقط 1:10 فرصت داره، دیگه باید با آب و آتیش بزنه وگرنه نمیتونه 6 امتیاز رو در 1 جبران بکنه. سر و گردن اینال بکشریف رو در اختیار گرفته امیر محمد یزدانی. حالا اینجا یه لحظه شریف رو برای زیرگیری که در ضد حمله بلا فاصله با یه زیرگیری از مچ پا امیر محمد خاک میکنه اینال بکشریف رو، 2 امتیاز به دست میاره، میخواد بره به اجرای بارانداز، بارانداز رو بلند میکنه که بتابونه ولی موفق نیست. چقدر توی دفاع بارانداز خوبه اینال بکشریف، اصلا از این کشتیگیرهای بارانداز نخوره. صحنه قبلی رو که بدل کرد، اینجا هم تا بیرون از تشک امیر محمد یزدانی زور زد ولی باز نتونست بتابونه. فقط 37 ثانیه 36 ثانیه فرصت داره امیر محمد یزدانی که این 4 امتیاز رو جبران بکنه. در این لحظات به نظر میرسه که بهتر داره کشتی میگیره و شاید خسته شده شریف. اینجا میره برای زیرگیری امیر محمد یزدانی، در ضد حمله نزدیک بود مچ پاش رو بگیره شریف که موفق نمیشه. حالا اینجا یه بار دیگه میتونه برسه پشت اینال بکشریف، اینجا میرسه پشت شریف و یک بار دیگه این کشتیگیر روس رو خاک میکنه. 2 امتیاز دیگر هم به دست میاره ولی فقط 13 ثانیه فرصت داره. اسکوربورد ورزشگاه زدی 11 ثانیه، بله اسکوربورد تصویر هم میشه 11 ثانیه، فقط 11 ثانیه فرصت داره، دیگه باید بره برای زیرگیری. سرگردن شریف در اختیار گرفته، داره با آب و آتیش میزنه، شریف زیر رو میگیره، چسبیده مچ پای امیر محمد یزدانی. امیر محمد میخواد بره برای کنده که دیگه خیلی دیره، برای کنده کشی 3 ثانیه خیلی دیره و این کشتی تماشایی رو امیر محمد یزدانی با نتیجه نزدیک 12-10 شکست میخوره. امیر محمد آخرش موتورش راه افتاده بود، به نظرم خوب داشت کشتی میگرفت، یعنی اگر که شاید مثلا 20 ثانیه بیشتر فرصت داشت، چون کشتیگیر خوشروحیه ای هم هست، میفته رو دور امتیاز گرفتن امتیاز میگیره، وقتی میفته رو دور امتیاز دادن امتیاز از دست میده. کشتی قشنگی بود، توی کشتی های فینال این یکی این کشتی تماشایی بود و دیگری کشتی 61 کیلو عباسکاجی ماگمدوف، اون هم خیلی قشنگ کشتی گرفت. بعد شمیل محمدوف هم قشنگ کشتی گرفت، ولی اون کشتی ها رو چون خیلی یک طرفه در واقع کشتیگیران روس تونستن بچه های ما رو شکست بودن، دیگه اونا رو گزارش نکردم. این کشتی که تا حدی نزدیکتر بود، کلن نمیدونم چرا بچه های ما روبروی روس ها اصلا خوب کشتی نگرفتن. در مجموع نیمه نهایی و فینال 9 بار با روس ها کشتی گرفتیم که 9-0 باختیم، در واقع نتیجه شد 9 شکست برای بچه های ما و 9 پیروزی برای روس تبارها. حالا این فینال هم درسته که در این کشتی و در واقع تا اینجای مسابقه انبوسازان هوتن 2 امتیاز پیش بود، ولی 2 تا کشتی آخر رو باخت و به خصوص کشتی آخر که جدال به قولی دربی 79 کیلو ایران بود، علی سعبادکوی محمد نخودی در حساسترین مسابقه، در آخرین و حساسترین مسابقه به مسافه هم دیگه رفتن که علی سعبادکوی تونست پیروز بشه، تقریبا هم راحت برد. این نخودی نمیدونم شاید خیلی سرحال نبود یا سعبادکوی خیلی رو فرم بود که با این اقتدار تونست علی سعبادکوی شکستش بده، محمد نخودی رو 6-0 برد و در واقع در نهایت بانک شهر تونست قهرمان بشه، کامبک بزنه در واقع قهرمان بشه. من به شخصه حقیقتش خیلی کشتی لیگ ایران رو دنبال نمی کنم، به نظرم خیلی بد برگزار میکنن، یعنی هم از نظر خود برگزاری مسابقات که خیلی چنگی به دل نمیزنن. حالا شما فینال رو نگاه نکنید که خوب برگزار کردن، بقیه مسابقات رو ببینید میبینید که حتی بعضی جاها توشک تخته توشک خوب نیست، ولی بعد از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی هم که افتضاحه، یعنی اصلا توی سطح خوبی برگزار نمی‌کنن با توجه به طرفدارانی که کشتی در ایران داره
و اینکه ما ستاره‌های کشتی جهان رو میتونیم جذب لیگ خودمون بکنیم، الان همین مثل شمیل ممدوف، عباس کاجی، مایک مدوف، از قدیم اینجوری بوده که روس‌های اسمی تو لیگ ایران کشتی میگرفتن، گاتسالوف بود، خیلی‌ها گوچلیزه بود، خیلی‌ها بودن که در واقع توی گوچلیزه که روس نبود، بلکه گرجستانی بود، ولی منظور کشتیگیران اسمی جهان تو لیگ ایران همیشه کشتی میگرفتن و ما میتونیم اینا رو جذب کنیم. ولی از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی خیلی پدراسیون تو این داستان ضعیفه و خیلی میتونه بهتر و با حساسیت و حرارت بیشتری مسابقات رو برگزار بکنه که متاسفانه برگزار نمیکنن یا نمیتونن یا حالا هرچی. خیلی دوستان تو کامنت گفته بودن راجع به پژمان درستکار هم نظرت رو بگو. چه نظری بگم؟ ولاد مشخصه که مجبور به استعفاش کردن فکر میکنم و جایگزینش هم محسن کاوه گذاشتن. خیلی موافق نیستم، یعنی حالا پژمان درستکار بره محسن کاوه بیاد خیلی چیزی تغییر نمیکنه و این نقد به علیرضا دبیر وارده قطعا، که به نظر من ایشون کسی رو میخواد بذاره سرمربی که خودش، یعنی خدای دبیر، بتونه اعمال نظر بکنه، یعنی یک مربی که خیلی مستقل تصمیم گیری بکنه رو ایشون نمیخواد و به همین خاطره که در گذشته پژمان درستکار رو گذاشته، الان هم محسن کاوه رو گذاشته. نظر من اینه، یعنی خیلی توضیح بیشتری راجع به این داستان نمیشه داد. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این برنامه لذت بردین، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم کانال ما رو سابسکرایب ندارید، حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.